سلام من آرشم اینجا کانال پرژن پویتی و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه مندان به شعر و ادب پارسی هستید بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای اپیزود سوم از روبایات خیام خب رسیدیم به قسمت سوم و اگر دو اپیزود قبلی رو تماشا نفرمودید لینک پلی رو این بالا براتون قرار میدم حتما تماشا بفرمایید از سری پست های پر مخاطب کانال بود به همین جهت میدونم اگر دنبال کننده ما بوده باشید قطعا دیدیدش و اگر ندیدید احتمالا دارید به واسطه ریکامندیشن یوتیوب بند در تماشا میفرمایید پس کانال رو سابسکرایب بکنید که قسمت های بعدی رو از دست ندید و قسمت سوم اگر خاطرتون باشه در اپیزود اول پرداختیم به نگاه خیام به پدیده به نام خلقت سه روایی رو با هم مطالعه کردیم تحلیل و تفسیر کردیم رسیدیم به قسمت دوم در قسمت دوم پرداختیم به دیدگاه خیام به ماهیتی به نام آخرت که نقدهای مفصلی بهش داشت نقدهای مفصلی به ادیان سامی و ابراهیمی داشت در رابطه با این موضوع برداشت خودم رو باتون در میون گذاشتم تحلیلش کردیم و میرسیم به قسمت سوم قسمت سوم که جنجال برانگیز هم هست از این جهت که او کل شاکله ادیان رو نقد میکنه ادیان ابراهیمی معتقد هستند که شما هر آنچه از حیات تا ممات نیاز دارید از لحظه تولد تا مرگ و پس از مرگ رو این ادیان در اختیار شما قرار میدن و اگر شما تحت تعالیم این ادیان زندگی بکنید هیچ جا نیاز به هیچ چیز دیگری پیدا نخواهید کرد حتی علم تجربی از چه جهت جلوتر بهش میرسیم اما برای تبیین این بحث من برای اینکه ورود بکنم به این بحث مراجعه میکنم به یکی از قصاید جذاب خاقانی در یکی از این قصاید میگه هان دل عبرت بین از دیده نظر کن هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان میره جلوتر و میرسه به بیت کلیدی میگه گویی که نگون کرده است ایوان فلکوش را حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان این قصیده براتون یک جدال جذاب رو مطرح میکنه جدالی که کم کم به نظر میاد برندش داره مشخص میشه جدال بین علم تجربی و دین یا در گذشته اگر بخوایم بگیم جدال بین عقل و وحی جدال بین آتن و اورشلیم آتنی که از او فیلسوفا در می اومدن و اورشلیم و بیت المقدسی که از او پیامبران در می حتی حضرت محمد که متولد حجاز بود هم معراجش به شکل نمادین در همون بیت المقدس بود که حالا بهش اینجا شما برخورد میکنید با یک سوال بنیادین که بالاخره باید تکلیف خودتون رو با این موضوع مشخص بکنید آیا قائل هستید که یک فلک گردان هست کسی که این فلک رو میگردونه یا خود فلک گردان هست و اصلا نیازی به تدبیر و مدیر و مدبری بیرون از طبیعت نداره به این کلمه مدبر دقت بفرمایید چون قرار بهش برخورد بکنیم بحث فلسفی ما امشب و رباعیاتی که میخونیم هم در رابطه با همین موضوع چرا چون شما هیچ انتخابی بین این دو ندارید یا شما باید فلک گردان رو بپذیرید یا فلک گردان چیزی اگر بین این دو رو بپذیرید کمیت این اعتقاد لنگ میزنه یعنی یک جای این باور اساسا و بنیادی مشکل داره اگر بپذیرید فلک گردانی هست یعنی پذیرفتید یک موجود و ماهیتی هست مدبر که تدبیر همه چیز رو به عهده داره که پیامبران و ادیان و فلسفه ماور و طبیعه نماینده این دیدگاه هستند و اگر انتخابتون چیز دیگری باشه اینه که زمین برای چرخش انسان برای تولد بذر برای رشد کردن بارون برای باریدن و قص الهازا هیچ کنون از اینها نیاز به فلک گردان ندارن و خود طبیعت مشغول انجامشون هست نیازی به موجود مدبری بیرون از طبیعت نیست بنابراین دو حالت داریم تاکید معکد میکنم یا قائل به فلک گردان هستید که قائل به خدا هستید و اگر این گونه نیست و به فلک گردان معتقد هستید پس نچرالیست هستید پس پوزیتیویست هستید پس ماتریالیست هستید برگردیم به این جدال و بررسی تاریخ علم ببینید تا قبل از رونسانس در اروپا و انقلاب علمی این جداله خیلی تماشایی نبود بین فلسفه بود و دین حالا عرض میکنم چرا خیلی تماشایی نبود در اکثر نقاط جهان بشر همه چیزش رو از ادیان میگرفت یعنی عملا قطع به یقین دیگه تک بود علمش و تاریخش و فلسفهش و همه چیز رو از پیامبران میگرفت عملا خودش رو سپرده بود تمام و کمال به اعتقاداتی که به من تو تصمیم بگیر به جای من تو فکر کن به جای من تو بگو اصلا تو میدونی من نمیدونم که بعد از رونسانس این ورق برمیگرده یک حریف قوی هیکل چابک پاش رو میذاره تو صحنه که به این راحت یا نمیشد شکستش داد و اونم علم تجربی است نه اینکه قبل از این هم دین حریفی نداشت عرض کردم همون تقابل بین آتن و اورشلیم قبل از این هم فلسفه حریف دین بود اما فلسفه قدرت علم رو نداشت از چه جهت؟ اون زمان هم کار به جایی رسید که کسی مثل غزالی که عارف بود شروع کرد به تکفیر بقیه فیلسوفان ابن سینا رو تکفیر کرد فارابی رو تکفیر کرد از این جهت که اونها معتقد بودن ابن سینا و فارابی معتقد بودند که خدا علم به کلیات داره نه به جزئیات اما امثال غزالی و بقیه اهالی ادیان معتقد بودند که نه خدا منشأ تمام اتفاقات هستند و معتقد بودن که خدا به تمام ذرات هستی و مسائل هستی اشراف کامل داره یه مقداری به این توجه بفرمایید اصلا به نظر نمیرسه که این مباحث مربوط به چند سده پیشه همین الان هم دقت بکنید باش مواجه هستید یه عده هستن که الان میگن اصلا علم تجربی و فلسفه کی هستن چی هستن که برای ما تعریف کنن انسان چیه شما باید همه چیز رو از احادیث و از قرآن و از ادیان بگیرید بنابراین علوم انسانی هم باید اسلامی باشه اصلا دین میدونه انسان چیه علم که نمیدونه ولی علم مثل فلسفه نبود علم به اندازه فلسفه تو این میدان دست و پاش بسته نبود و نیست اهالی علم امروز میگن علم یا تمام گره های هستی رو باز کرده یا اگر هم گره ای مونده در انتها باز خواهد کرد اصلا نیازی به نظریات ماورا طبیعی نداره احتیاجی به عقل و وحی نداره این دیدگاه رو امروز بهش میگیم سکولاریزیشن بنابراین اگر دنیا رو واقعی ببینید نه متوهمانه این سکولاریزیشن در حال پیشرفت هست بنابراین دقیقا چون نگاهی متضاد با دین داره باید بپذیریم که دین در حال پسرفت هست وحی در حال پسرفت این مسئله نیست که کورکورانه باش مخالفت بکنیم کافی یه ذره به جهان نگاه بکنید حالا اینکه خوب هست یا بد هست که این گونه شده اصلا جای بحثش نیست فقط قرار اینجا وقایع رو همون نگاه بکنیم که هست امروز تو مدارس معجزه به شما یاد نمیدن تاریخ بشر رو بر اساس دخالت هایی که خدا تو عالم کرده که بیان نمیکنن نمیگن شما تو هیچ کتابی نمیبینید تو کتاب تاریخی نمیبینید بگی خداوند سیل فرستاد فلان قوم رو نابود کرد یه جا سائقه فرستاد فلان جا عذاب فرستاد نه تاریخ بشر رو در کتب تاریخ به واسطه عملکرد خود بشر نقل میکنیم نه این مسائل حتی در کشور ما که معتقد هستند علوم انسانی باید اسلامی بشه هم همین گونه است شما در کتب تاریخی که تاریخ بشر رو توضیح میدن این چیزها رو نمیخونید دخل و تصرف خدا در طبیعت رو مطالعه نمیفرمایید پس میرسیم به این نکته مهم که علم تجربی تبیین هیچ حادثه ای از این عالم رو به دست نیروهای غیبی نمیده همه چیز رو از قوانین طبیعت و قوانین علمی استخراج میکنه و این دیدگاه اونقدر موفق بوده که در هیچ عرصه میدان اسم مبارزه خالی نکرده تا امروز از همون رونسانس تا به امروز که داریم با هم حرف میزنیم بنابراین علم در عمل نشون داده که به شما واقعیت تحویل میده افسانه بافی نمیکنه سرگرمتون قرار نیست بکنه حقیقت رو کشف میکنه و این حقیقت رو اوریان و برهنه مقابل چشم شما قرار میده هر چقدر هم تلخ باشه بنابراین علم به همین واسطه تبدیل شده به مادر تکنولوژی تکنولوژی هم در اختیار بشر قرار گرفته برای سهولت امورش ارز کردم هیچ عرصه ای رو برای مبارزه خالی نمیکنه. به شما میگه تشریف بیارید اینجا علم من حقیقت رو به شما میگم نذارید ادیان به شما افسانه بفروشن اگه ادیان به شما میگن بارون رو خدا میفرسته تشریف بیارید بنده بهتون بگم بارون چه جوری میاد اگه ادیان به شما میگه خداوند جنین رو در رحم صورتگری میکنه من به شما بگم نیست به این حرفا نیست این حرفا قابل قبول نیست تشریف بیارید بنده با ژنتیک و دی ای به شما قشنگ میگم دقیقا اونی که دارید صورتگری میکنه چی هست اصلا از کجا در اومده اصلا من قبل از اینکه این جنین تشکیل بشه علم این رو میگه با بررسی ژنتیکی به شما میگم این جنین سالم در میاد یا نه دست داره یا نه پا داره یا نه رنگ چشش ممکنه چه رنگی بشه حتی الان بحث تصرف در جنین هم مطرحه یعنی شما میتونید بر تصرف با تصرف بر جنین جنسیتش رو تعیین کنید آی کیوش رو ارتقا بدید رنگ چشمش رو عوض بکنید نیومن این اینهانسمنت رو در اینترنت با این تایتل جستجو بفرمایید میرسید بهش همین رو هم البته مطالعه بفرمایید هم اکنون فیلسوفان اخلاق و فقیهان ادیان باش مخالفن حالا ارزم این نیست که این خوب هست یا بد هست جای بحث این اینجا نیست شاید روزی بهش پرداختیم خلاصه موضوع اینه که همه چیز در ید قدرت علمه یه مقداری اگه با دقت به جهانی که در زیست میکنید نگاه بکنید قشنگ دریافت میکنید این موضوع اصلا در مسائل اجتماعی هم همین گونه بوده گرونی و ارزونی و رشد و کشاورزی و قحطی و بیابی و همه اینا رو به خدا نسبت میدادن در گذشته ممکنه الان براتون عجیب خیلی به نظر نیاد چون الان هم دارید این رو میبینید نماز استسقا میخونن برای بر اینکه بارون بیاد بنابراین میگفتن اگه شما عبادت بکنید اطاعت بکنید که فراوانی میشه نکنید قحطی میاد اصلاً این حرفا الان در ساحت علم محلی از نداره تمسخر میشید این حرف رو بزنید امروز بشر امروز مثل بشر گذشته پسیو نیست منفعل نیست امروز بشر اکتیوه یعنی خودش دخالت میکنه و خودش تغییر میده اهرم تغییرش رو داره مارکس یک جمله معروف در همین باب داره که میگه فیلسوفان تا به امروز صرفا جهان رو برای ما تفسیر میکردن اما دیگه الان بس بس تفسیر نیست که بس بس تغییره حالا او فکس کرده بود رو اجتماع و اقتصاد به اینا که موفق بود یا نبود بحث اینه که علم دیگه نمیگذاره شما اصلا براش تعیین تکلیف بکنی همه چیز رو در ید قدرت خودش گرفته تکنولوژی چیه تکنولوژی الان جز مخلوقات بشر دیگه کسی دیگه که خلقش نکرده و یک دنیای حقیقتا جدید هست همین متاورسی که یواش یواش قرار باش سر و کله بزنی. خلاصه این جدال بین علم و دین رو بخوام عرض بکنم کم کم به این نتیجه میرسید که بر تابوت ادیان سه میخه محکم کوبیده شد توسط سه دانشمند یک کارل ماکس در قرن 19 دو داروین در قرن 19 و سه فروید که پای در قرن 19 و پای در قرن 20 داشت بنابراین این سه دانشمند بیشترین تاثیر رو در ذهنیت بشر غیردینی امروز داشتند. ماکس هیچ موقع موضع ضد دینی مستقیم نگرفت اما عملا تئوریش این گونه بود که تاریخ رو نشون به جای خدا داروین هم همینطور داروین هم هیچ موقع به طور مستقیم موضع ضد دینی نگرفت اما تئوری او هم به گونه ای بود که عملا زمان رو نشون جای خدا می به من زمان بدید من همه چیز رو به شما میدم تمام این موجوداتی جانورانی که در هسته میبینید و فکر میکنید که یک نازم و خالق بیرونی دارند و انقدر منظم هستند برای اینه که شما فکر میکنین اینا یهو دفعا واحدن به وجود اومدن به همین دلیل هم شگفت زده میشید از نظم اینها اما اگر بپذیرید که میلیون ها سال از زندگی تک به تک این موجودات گذشته و اندک اندک تکامل پیدا کردن و ساختارشون تغییر پیدا کرده و موقع میپذیرید که اصلا این جهان نیازی به خدا یا همون فلکگردان نداره و چیزی که ادیان از پیدایش جهان و موجودات به شما میگن افسانه است اصلا قابل قبول نیست فروید هم که عملا ناخداگاه رو به جای خدا نشوند گفت یه کس دیگه ای رفتارهای شما رو تدبیر میکنه اما یه کس دیگه بیرون از شما نیست درون خود شما خونه داره خود شما هستید در درون خودتون نشستید و ناخداگاهتونه که داره تدبیر میکنه کار شما رو من برمیگردم میگردم به همون جملاتی که در ابتدای پوسترز کردم خدمتون امروز اگه بخواد کسی تاریخ بشریت رو نقل بکنه از یک موجود ماورایی بیرونی نقل نمیکنه که به واسطه مداخلاتش تاریخ بشر دستخوش تغییر شده تاریخ بشر رو همان گونه که خود بشر رقم زده تبیین میکنه واقع گرایانه راجع به این سه دانشمند هم که عرض کردم خدمتتون اگر شما امروز برید دانشگاه و درس بخونید خواسته یا ناخواسته با این سه تئوری داروین فروید و ماکس روبرو میشید حالا ممکنه مارکسیسم از عرصه اجتماع حذف شده باشه حالا کاری به درستی و غلطیش ندارم اما کماکان کتبش رو شما دارید میخونید و نقدهای مربوط به کتبش رو در سطح دانشگاهی میخونید یعنی برخورد میکنید بهش چون حرفی برای زدن داشته ارز کردم درستی و غلط بودنش رو جای دیگه شاید یه روزی بررسی کردیم از اونجا که دارم تاریخ علم رو ارز میکنم و تقابلش رو با دین بعد میریم سراغ روایات این رو هم در نظر داشته باشید مارکس و فروید عملا سطح تقابلشون با کتاب مقدس بود با بایبل بود اما داروین دیگه نه داروین صاف سطح تقابل رو بین خدا باوران و خدا ناباوران تعریف کرد عملا نگفت ما خدا نداریم خدا رو رد نکرد اما با تئوریش اثبات میکرد که ما به خدا احتیاجی نداریم و خب کلام او امروز اوج گرفته در بسیاری از در حقیقت عرصه های اجتماع معتقد هستند که داروین حرف آخر رو زده و حرفی ورای او نیست نچرالیستا در جهان امروزی بیشتر زیست میکنن و همونطور که میبینید کلام داروین خریدار بیشتری داره چون به جان بشر منطقی تر میشینه یعنی شاید واقع گرایانه تر بهش نگاه میکنه تئوریش هم تا امروز نقض نشده و او خودش هم معتقد بود که بله من به عنوان یک اهل علم علم کارش اینه که تئوری بده و خب اگه نقص شد تئوری دیگری ارائه بکنه اما تا امروز این تئوری انقدر بست داشته که کسی نتونسته نقضش بکنه بنابراین خودش میگفت حتما در تئوری من یک عنصری از حقیقت نهفته است تاریخ مقابله های دین با علم رو هم که به خوبی میدونید به واسطه این نگاه چه دانشمندانی که با کلیسا درگیر نشدن و امروز ممکنه بگذریم باهوش نیوتون بود یه لحظه دید داره دوچار جدال میشه با کلیسا چون باید میبرد تئوریش در رابطه با کائنات رو به کلیسا تحویل بده کلیسا یه چیز تو مایه انتشارات بود شما بدون اجازه کلیسا حرف نمیتونستی بزنی هر حرفی رو که رفت این تئوری رو داد به کلیسا و به کلیسا بهش گفت وای نیوتون این چیزی که شما تعریف کردی ببخشید جا خدا کجاست این وسط این همونجا متوجه شد که ممکنه به جدال برسه مسئله رو ببین این سیارات در مدار خودشون میچرخند یه وقتایی خارج میشن اینا تا خارج میشن خدا این رو جا میندازه تو مدارش یه نقشی داد به خدا که دچار بحران نشه با کلیسا گالیله بنده خدا رو هم که دیگه همتون قطعا داستانش رو میدونید و کوپرنیک حتی ببینید اینا چیزایی نیست که کورکورانه باش برخورد بکنیم اینا چیزایی نیست که نخواهیم ببینینش تورات آیات مفصلی در باب پیدایش عالم و زمین و آسمان و نمیدونم دریاها داره و معتقده که خب تورات رو مطالعه بفرمایید میگه که زم... به وضوح میگه زمین مرکز عالمه همه چیز هم دور همین زمین میچرخه همه چیز هم برای این بشر شکل گرفته حالا اون موقع مسلما اصلا نگاهی به بیرون از این زمین نداشتن هنوز متوجه نشده بود که بشر چی به چی از جو خارج نشده بود بدونه که یک قطره در, در دریاست اصلا مگه میشه یه همچین جهانی صرفا خلق شده باشه برای یه انسان یک بشر نه این گونه نیست کوپرنی گل از بلند شد گفت والا اینجوری که شما میگید نیست زمین مرکز جهان نیست همه چیز دور زمین و آدمیان نمیچرخه اصلا ماجرا یه چیز دیگه است آلمان دین نسبانی شده اون معتقد بود که همه چیز داره دور خورشید میچرخه حالا دلایلی که به این نظریه رسیده بود ممکنه امروز سندیت نداشته باشه اما بر حسب اتفاق داشت درست میگفت همه چیز داشت به دور خورشید میچرخید و اصلا اساسا چاپ این کتابم جالب بود این رو بگم بریم سراغ ربای هشتم کوپرنیک در بستر مرگ بود زمانی که قبول کردند بالاخره این کتاب منتشر بشه 400 نسخه گویا ازش منتشر شد 200 نسخه شو کلیسا نابود کرد 200 نسخه هنوز کماکان در دسترس هست در بستر مرگ بود از کلیسا اومدن بالا سرش گفتن که باش قبول شما این کتاب رو انتشار بده اما ما یه مقدمه ابتدای این کتاب می نویسیم ببینید اینا خیلی شبیه مباحثیه که امروز میشنوید یعنی اصلا واسه چند صد پیش نیست برگشتن بهش گفتن که ما یک مقدمه می پشت این کتاب شما هم زیرش رو امضا کن تایید بکن که این صرفا یک تئوریه نه حرف آخر حالا خب به حال کوپرنیک که اهل علم بود میدونه علم تئوری اصلا گفتن این نیازی نبود اما در جواب گفت خب شما چی کار میکنید باشه من این کار میکنم و کسی که از کلیسا اومده بود برگشت بهش گفتش که ما هم در مقابل کاری که شما میکنی می نویسیم در این مقدمه که اگر تئوری شما در انتها صحیح بود ما بخش هایی از کتاب مقدس رو اشتباه فهمیدیم حتی قائل به این نبود که بگه اون نظریه اشتباهه شاید ما امروز اگر اگر ما اون روز جای کوپرنیک می بودیم برمیگشتیم میگفتیم خب باشه من میگم تئوری قطعی نیست تو چرا هیچ موقع نمیگی این تئوری و قطعی نیست شما ادیان چرا هر چیزی رو که میگید بدون اینکه ما به ازای عینی داشته باشه مطلق میگید بریم سراغ رو در ربایی هشتم خیام میگه این بهر وجود آمده بیرون زنه نهفت. کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت هر کس سخنی از سر سودا گفته است زان روی که هست کس نمیداند گفت این گوهر سفتن اینجا کنایه از سخنرانی کردن سخنراندن فسیح صحبت کردن و عملا بخوام دقیق بگم با ادله و با دلیل و منطق صحبت کردنه. داره میگه این بحر وجود، این چیزی که شما بهش میگید خلقت از نهفت بیرون اومده. این مبدعش معلوم نیست. چرا افسانه بافی میکنید؟ هنوز کسی نتونسته دلیل منطق پسندی برای این بده. داره مواجهه میکنه با ادیان. کسی نیست که این گوهر تحقیق بسوفت. کسی نیست که این گوهر تحقیق رو سفته باشه. کسی نیست که در رابطه با این موضوع در رابطه با پیدایش نظر منطقی عقل پسندی ارائه کرده باشه بعد یه اشاره مستقیم به ادیان داره میگه هر کس سخنی از سر سودا گفته است سودا یعنی توهم و دیوانگی ببخشید کی اون موقع راجع به خلقت صحبت میکرده خیام که اهل علم بوده من دیگه دستاورت ها علمیش رو در اپیزود اول خدمت عرض کرده بودم کسی که اهل علم هست میاد تئوری ارائه میده قطعیت نداره در صحبتش اصلا علم روشش اینه تئوری ارائه میده نقض شد میره ممارست میکنه یک تئوری جدید ارائه میکنه که نشه نقضش کرد بنابراین اونهایی که دنبال علم تجربی بودن و عملا عالم به علم تجربی بودن هیچ موقع قطعی و یقینی صحبت نمیکردن فقط یک ماهیت بود که یقینی صحبت میکرد میگفت همینه که از همینم هم که من میگم حضرت من اون هم دین بوده دیگه جا خیام میگه این از سر سودا سخن میگه. افسانه از سر دیوانگی سخن میگن زان روی که هست کس نمیداند گفت این خلقت اگر اسمش رو خلقت میذارید که او ارز کردم به تکامل معتقد بود حالا الان جلوتر ارز میکنم چرا روایاتی رو در این زمینه داریم میگه که من نمیدونم چیه دلیلش من نمیدونم که این زیست ما چگونه شکل گرفته اما یه چیز رو میدونم قطعا اون چیزی که اینا میگن نیست. چون دارن با قطعیت صحبت میکنن عملا اینجا در حال شکستن حصار ادیانه میگه بیرون از این دایره فکر بکنید دیگه اصلا اندیشه اصر حاضر خودش و گذشتگان خودش رو رسما نقد میکنه میگه این سر سودا بوده آب پاکی رو میرزه روی دست ادیان ابراهیمی اگه خیام مطمئنا امروز زنده بود پیشرفت علوم تجربی رو میدید خیلی شادتر میزیست چون دیگه سخنان علم امروزی از سر صدا و دیوانگی نیست دیگه ماور و طبیعه امروز مبنای علمی نداره کسی نمیپذیردش دیگه کسی معتقد نیست کوه و دریا و انسان و موجودات زنده همشون تو چند روز پا به این جهان گذاشتن و دفعا واحدن به وجود همه میدونن که میلیون ها سال طول کشیده تا زندگی بشر و موجودات زنده به اینجا برسه صحبت های کوپرنیک و کلیسا خاطرتون بیاد برگشتن گفتن که اگر ما قبول کردیم یعنی به این نتیجه رسیدیم جهان به این نتیجه رسید که شما کوپرنیک درست میگی و همه چیز دور خورشید میچرخه ما قبول میکنیم که یک بخش هایی از کتاب مقدس رو ما درست نفهمیدیم حالا سوال اینه که اگه این بخش هایی که نفهمیدید یواش یواش زیاد شد اون موقع چی خب پس شما از کلیسا برای چی حقوق میگرفتید برای اینکه غلط بفهمید و همون رو در جامعه ترویج بدید حالا این رو تسری بدید به همه ادیان خب ببندید در این مغازه غلط فروشی رو چه کاری میکنید لباس پاره رو حالتا یکی دو بار میشه رو فوش کرد که بعد از اون باید این لباس رو بندازید دور یک لباس نو بخرید در روبایی نهم خیلی جذابتر از این حرفها بیانش میکنه میگه اجرام که ساکنان این ایوانند اسباب تردد خردمندانند هان تا سر رشته خرد گم نکنی کانان که مدبرند سرگردانند من راجع به این ربایی دو روز هم صحبت کنم کمه اول راجع به ساکن کلمه ساکن صحبت بکنم برخی ها که خیلی سطحی دلشون میخواد خیام رو نقد بکنن اینجا گفتن نه خیام اجرام داخل آسمون رو ساکن میپنداشته بنابراین نظریهشن و دیدگاهش غلطه دارن اینها رو راجع به خیام ستاره شناسی میگن که تقویم جلالیش دقیق ترین تقویم عالم بشریت تا امروزه نه خیام به خوبی میدونسته که این اجرام داخل آسمان هم در حال چرخش هستن منظورش از اینه که ساکن ایوانند یعنی جایگاهشون تو آسمونه شما تو آسمون اونها رو میبینید وقتی از شما میپرسن ساکنه کجا هستید میگید به عنوان مثال ساکن تهرانم معنیش نیست که رفتید خزیدید یه گوشه از تهران تکونم نمیخورید که اجرام که ساکنان این ایوانند این اجرامی که شما در آسمون میبینیدشون ستارگان و سیارات اسباب تردد خردمندانند تردد یعنی آمده شد. منظورش اینجا کنایه از زیستنه. میگه کسی که خردمند باشه به اینا خوب نگاه میکنه و متوجه میشه که چگونه باید زیست بکنه. چرا؟ هان تا سر رشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند. میگه یا در ادیان حتی معتقدند که این ستاره ها و گردش سوور فلکی هستند که تقدیر شما رو رقم میزنن و به اینها بستگی داره همه چیز برای آینده زیستشون ستاره شناسی میکردن به خرافات معتقد بودند. میگه شما اینا رو خودتون نگاه بکنید اگه اهل خرد باشید به تردد اینا نگاه میکنه اینا خودشون سرگردونن اینا خودشون دائما دارن میچرخن هر دقیقه هر روز هر سال هر ماه در حال چرخشن و هی میرن و برمیگردن سر جاشون هی میرن و برمیگردن سر جاشون آنان که مدبرند سرگردانند این مدبر رو وصل بکنید به جملات ابتدایی پست از کردم که میگفت حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان گفتم کسی که به فلک گردان یعنی به زیست طبیعی زمین و این موجودات بشر اعتقاد داره نیازی به یک موجود مدیر و مدبر بیرونی نمیدونه بنابراین اینجا داره خیان به این نکته اشاره میکنه اگر همه اینها قربون شکلتون خلقت خداست همون خدایی که شما دارید تعریفش میکنید نگاهشون کنید اینا خودشون سرگردانن. یه ذره به این مسئله نگاه بکنید میفهمید حالا در روایت بعدی عرض میکنم خدمتتون برای تبیین بهتر همین ربایی ربایی دیگری رو هم میگه میگه نیکی و بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در غذا و قدر است به عنوان مثال با چرخ مکن حواله کن در ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است میگه اتفاقاتی که روزمره برات میفته در حال زیست اینها رو همه رو طبیعی بدون اینا عرصه زندگی است اینا رو حواله نکن به چرخ فلک به قضا و قدری که خدا برای تو شکل داده این چرخ از تو هزار بار بیچاره تره حداقل تو که آزادی عملی داری این چرخ فلک دائما در حال یک گردش بیحاصله. افتاده تو یک لوپ معیوب در ربایی دهم اول و آخر خلقت و آخرت رو به هم میدوزه و همش رو نفی میکنه میگه دوری که در او آمدن و رفتن ماست آن را نه نهایت نه بدایت پیداست کس می نزند دمی در این معنی راست که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست خیلی به این کلام دقت دقیق بکنید دقیقا در نقد دیدگاه نیست ببینید ادیان سامی ادیان ابراهیمی به شما میگن که این بشری که توسط خداوند خلق شده این زندگیش تموم نمیشه بعد از مرگ هم فنا نداره این ادامه پیدا میکنه, میکنه. و اتفاقا این جهانی که در زیست میکنیم در قیامت نابود میشه و تمام میشه میره یعنی این جهان فانی اما انسان که به قول ادیان اشرف مخلوقات فانی نیست اما دقیقا برعکسش رو اینجا میگه خیام میگه دوری که در رو آمدن و رفتن ماست این دور باطلی که این جهان داره میزنه هی زیست میکنه و هی میمیره بشر رو عرض میکنه نه نهایت نه بدایت پیداست بدایت یعنی آغاز نهایت هم که یعنی انتهاش آخرش میگه این دور این سلسله این زیست نه اولش پیداست نه آخرش پیداست همین جوری به هم پیوسته. است در صورتی که ادیان به شما میگن اولش پیداست مشخصه همه چیز دفعا واحدن در چند روز خلق شده آخرش هم که میگن قیامت میشه فلان رستاخیز و اینجور صحبت میگن این خبران نیست نه اولش پیداست نه آخرش پیداست همینطور فقط بیخود در حال چرخش البته این دیدگاه او خیلی دیدگاه امیدوار به جهان هستی نیست و شاید به همین جهت هم هست که صادق هدایت با او هم زاد میکنه و احساس میکنه شاید یکی رو شبیه به خودش پیدا کرده میگه کس می نزند دمی در این معنی راست میگه هیچ کی راست نمیگه ادیان هم در رابطه با این موضوع به شما راست نمیگه برای شما یک ابتدا و یک انتها ترسیم کردن که هیچ کس نه از این ابتدای خبر داره نه از این انتها داره که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست اگه معلوم نیست از کجا داریم میم به کجا هم میریم تنها چیزی که میدونه اینه که با مرگ همه چیز تموم میشه و ما فانی هستیم اما این دور باطل زیستن ادامه داره این به وجود اومدن و مردن دائما ادامه داره دقیقا خلاف ادیان و ربایی یازده هم که به عقیده من یکی از جذابترین رباییات خیام یعنی تمام اندیشه خیام رو میتونید از این ربایی استخراج بکنید میگه دارنده چو ترکیب تبای آراست از بحر چه در در کم و کاست گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود ور نیک نیامد این صور عیب کراست تبایه همون عناصر چهارگانه هستند که ضد هم, هم هستند آب و آتش و خاک و هوا دارنده هم اینجا کنایه از چیزی است که ادیان بهش میگن خدا میگه دارنده چو ترکیب تبایه آراست اگه خداوندی که شما در ادیان میگید این چهار اربعه رو که ضد هم هستند رو این آراسته و این جهان رو شکل داده یعنی انقدر توان داشته که با این چهار عنصر این جهان رو خلق کرده از بهره چه اوفکندشن در کم و کاست؟ چرا کم و کاست داره این جهان چرا پر عیب و نقصه یه مقدار به جهان خودتون نگاه بکنید عیب و نقص رو میبینید دیگه هزار تا بدبختی و فقر و فلاکت و نابرابری و به حال اگر انسان اشرف مخلوقاتی بوده که خدا خلقش کرده پس چرا نتیجهش این شده اگه اشرف مخلوقاتی که خدا خلق کرده نتیجهش اینه که دیگه باید فاتحه بقیه مخلوقات رو خون چرا اینقدر کم و کاس تو این خلقتش هست حالا گر نیکامت شکستن از بحر چه بود اگر خدایی که میگید همه چیز رو خلق کرده این انسان رو خلق کرده اگه این انسان انقدر نیکه انقدر جذابه پس مرگ رو برای چی خلق کرده خب بود دیگه شکستن این شکستن این ظرف جذاب که در یک روایی دیگه هم عرض میکنم شکستن از بهر چیه مرگو برای چی گذاشته این وسط اگه نیک اگه همه چیز درست کمی و کاستی نداره خب برای چی باید از بین بره ور نیک نیامد این سوور عیب کراست سوور این جهان کائنات و جهان آفرینش میگه اگه تمام و کماله که خب مرگو چرا گذاشته این وسط و اگه تمام و کمال نیست درگیر کم و کاستی این خلقت ای بس کیه ما باید بریم خیر بگیریم اگه شما میگید خداوند این جهان رو خلق کرده خب پس برید خیرش رو بگیرید چرا انقدر کم و کاست داره اینجا چرا انقدر عیب و نقص داره فردوسی هم یک بیت جذاب داره در این رابطه میگه اگر مرگ داده است بیداد چیست زداد این همه بانگ و فریاد چیست میگه اگه مرگ حقه پس ببخشید ناحق چیه و اگر حقه چرا پس ما انقدر میمیریم داریم شیون و زاری میکنیم انقدر دوستش داریم پس چرا هیچ کدوممون نمیپذیریم که مرگ حقه چون برای هیچ کدوممون منطقی نیست جای دیگه خود خیام خیلی بی پرده و رک در رابطه با این موضوع صحبت میکنه و باز هم یکی از جذابترین روایاتشه جامی است که عقل آفرین میزندش صد بوسه ز بر جبین میزندش این کوزگر دهر چون این جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش. جام اینجا منظورش همین کوز است اشاره میکنه به ادیان ابراهیمی که معتقدن انسان از گل آفریده شده بنابراین با گل این انسان درست شده پس کسی که با گل یه چیزی رو درست میکنه میشه کوزگر دیگه به عنوان مثال اگر این انسان رو در فلسفه خیام که دائما در کوزه نامه بهش اشاره میکنیم ترکیب این گل رو یک کوزه بدونیم گره میشه خدا میگه این یک جامیه که عقل آفرین میزندش میگه این انسان رو که آدم میبینه انقدر شسته رفته است عقل داره میتونه پیشرفت بکنه عملا کسی که عاقل باشه به این انسان آفرین میگه صد بوسه مهر بر جبین میزندش اصلا پیشونی این رو میبوسه پیشونی انسان رو میبوسه که انقدر تر و شسته رفته داره زندگی میکنه و توانای پیشرفت و پروسس و استدلال و استنتاج داره حالا این کوزگر ده چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش اینه اگر شما فرض میکنید که خداوند این رو خلق کرده آخه این چجور خدایی باید باشه که این کوزه رو اینقدر لطیف خلق بکنه بعد بکشدش هی hey خلق بکنه هی hey بکشدش آخه شما کدوم کوزه گری رو میشناسید که یک کوزه به این یک کوزه زیبا شکل بده درست بکنه بعد ببینه به چقدر قشنگ شد بزنندش زمین بشکوندش به همین دلیل هست یک تعبیر جذابی دکتر سروش در رابطه با خیام داره میگه خیام خدا رو یک قاتل جانی میبینه که برای تفریح خودش انگار این بشر هی میاد و از بین میره اگر قائل به آفریده شدن انسان توسط خدا باشید خب عملا فقط داره این کوزه رو شکل میده بعد میزنه داشت زمین هی شکل میده میزنه داشت زمین. و کدوم کوزه گره همچین کاری میکنه جواب این سوال با شماست حالا شما به من بگید حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان توی پست بعدی هم ببینمتون به سلامت